منابع زیرزمینی افغانستان، گنج‌های پنهان و ثروت نهفته در دل زمین، حتی این واژه نیز به کار رفته است. کلید حل بحران افغانستان در زیر زمین. بحث ارزش منابع زیرزمینی افغانستان پس از پژوهش زمینشناسان آمریکایی در سال 2012 از اهمیت خاصی برخوردار شد. ارزیابی زمینشناسان آمریکایی در این سال ارزش منابع زمینی افغانستان را به 1000 میلیارد دلار تخمین زد که تنها مربوط به کشف ذخایر لیتیم، مس، آهن و طلا می شود. اما چند ماه بعد از این گزارش، وزارت معادن کشور ارزش منابع فلزی افغانستان در دل زمین را 3000 میلیارد دلار تخمین زد. از سوی دیگر افغانستان دارای منابع بزرگ نفت و گاز است که در مورد ارزشان رقم‌های مختلف ارائه شده است و همچنین منابع بزرگ آبی که همه نگران به در رفتن آن هستند. حالا با توجه به دلخوشی‌هایی که حکومت از این همه منابع دارد، تعبیر از زندگی مردم افغانستان می شود. میگن مردم افغانستان با شکم‌های گرسنه روی گنج خوابیدند. دلیل این تعبیر را عدم توانایی حکومت در بهره برداری از این منابع می دانند. در برنامه امشب به بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی افغانستان، چالش در سالهای اخیر، پیرامون بهره برداری از منابع طبیعی و دستاوردهای حکومت و اینکه حکومت آینده چه راهبردی در این راستا خواهد داشت می‌پردازیم. سلام و وقت بخیر به برنامه امشب. با من امید فاروق خوش آمدید. میهمانان ما آقای نجیب فهیم استاد دانشگاه و نویسنده، امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت، دکتر احسان ابراهیمی استاد دانشگاه هستند. بسیار زود خوش آمدید. آقای فرهنگ، با شما آغاز می‌کنیم. بهره برداری در سالهای اخیر از منابع زیرزمینی در چه حدی؟ تقریبا مساوی به صفر. با عرض سلام به شما و میهمانان گرامی و همچنان بینندگان محترم. استفاده از منابع طبیعی افغانستان که شما پیشتر در آغاز گزارش خود گفتین که بسیار زیاد است و بین 1.5 تا 3 تریلیون دلار تخمین شده که رقم دقیقش هنوز معلوم نیست. واقعا که مردم افغانستان بالای گنج و گنجها خوابیدن، اما استفاده از صورت نمیگیرد. چرا استفاده صورت نمیگیره؟ برای اینکه اولا این اراده موجود نبود. دوم، کشورهایی که به افغانستان آمده بودند گرچه یک اندازه به بعض مواد علاقه نشان دادن، مثل مس که قراردادهای در این مورد صورت گرفت، یا آهن آجیگک، یا حوزه نفت آمو، اما مذاکراتی که دولت افغانستان با کشورهایی که باید سرمایه گذاری میکردند انجام داد دارای چنان خلاهایی بود که تقریباً بهره برداری یا حتی آغاز کار بعضی از این پروژه ها معطل ماند. به طور مثال معدن مس عینک که در قسمت از مذاکرات از اون خود من شریک بودم، داخل بودم، وقت من به وزارت تجارت و صنایع کار میکردم، یک قرارداد ناقص معلوم شد. چرا در هر قراردادی که میآیند و کشورهای مخصوصا بسیار با تجربه میخواین که سرمایه گذاری کنن و قرارداد عقد کنن، داوطلبی میکنن، یکی نکات عمومی اساسی است که فریبنده است برای کشوری که دارنده امو معدن است، او را تشریح میکنن. اما در هر نوع قرارداد میگن که شما خطوط برجسته را نخوانید، بلکه خطوط کوچکی که در زیر خطوط برجسته نشته است و کس متوجه از اون نمیشه، او را به دقت مطالعه کنید. متاسفانه که حکومت افغانستان و کسانی که مسئول دادن امتیاز همین معادن بودند، همین خطوط کوچک زیر درست مطالعه نکردند و ترتیب شد که قراردادها دادوار و سازی داوطلبی صورت گرفت، دستهای بازی کردند و همون ترتیبی که لازم بود که منافع افغانستان برآورده شود متاسفانه قراردادها صورت نگرفت و طرف مقابل تانست که در قراردادها. آقای فرهنگ همینجا یک نکته، زمانی که بحث بهره برداری از منابع زمینی افغانستان را به بررسی میگیریم در 13 سال گذشته، شما بیشتر اشاره میکنین که چالش در بستن قراردادها بوده. آیا تنها چالش در بستن قراردادها بوده یا موارد دیگه هم بوده که خب نتونسته به صورت درستش حکومت افغانستان استفاده کنه؟ خب هم یک مثلا میگه به بردی گفتن ما روان میامدیم سر گپ ما میامدیم، ما خیلی یک جنبشه گفت. بله. اینا میایم سر جنبای دیگه ازی، جنبای دیگه ازی است که خود افغانستان نظر به کمبود سرمایه و نظر به نبود اشخاص فنی و متخصصین توانایی ازیره که سرمایه گذاری کردن نداشت. فلهذا دو راه وجود داشت. یک راهی بود که سرمایه گذاران خارجی می آمدند در بر اساس قانون سرمایه گذاری خصوصی ما سرمایه گذاری می کردند که ایرا آمدند، گرچه بعضش دولتی بود مثلا از چین و غیره و غیره، اما یک راهی بود سرمایه گذاری کردن. دومشی بود که سرمایه گذاران افغانی خودشان باید است شروع می کردند به این که در این ساحه‌ها سرمایه گذاری کنند. در این راه قدم گذاشته شد. من خوب به یاد دارم که در سال 2005 بود که 1384 شود یک منجمن یا یک گروه سرمایه گذاران افغانی تأسیس شد که معادن تولید سمنت در غوری، جبل سراج، هرات و اینا بگیرند و فابریکاهایی که سابق بود و به تکنیک یا تکنولوژی تر تولید میشد سمنت و سمنت خوبان بود، او را تعهد کرده بودند که ای به سمنت تکنولوژیش به سمنت خشک که حال در دنیا مراجع است تبدیل شود و اینا نه تنها فابریکای سابقه را فعال بسازند بلکه چند فابریکه دیگه هم بسازند، چون مواد سمنتی در امی 3-4 ساحه و در دیگه نقاط افغانستان به پیمانه بسیار زیاد وجود دارد. این متاسفانه طوری شد که نتانستند این کار نکردند و عمو سرمایه گذارانی که باید است این کار میکردند نتانستند که همین سرمایه را تهیه کنند، فلهذا ناکام ماندند و یگانه کار کردن این بود که عمو فابریکای قدیمی تکنولوژی کهنه را پس یک اندازه فعال ساختند و تولیدات از این بیوزی که در بازار داخل کنند یا در بازار افغانی عرضه کنند این را به خارج انتقال میدادند، چرا به قیمت بلندتر فروخته میشد، بیوزش سمنت بیکیفیت و خرابتر پاکستان را به افغانستان می آوردند. اینی کارهایی بود که از طرف سکتور خصوصی ما متاسفانه صورت گرفت. دولت خب به مطابق و نظام اقتصادی ما مستقیما سرمایه گذاری در این منابع نمی کنه در این مسائل، فقط چیزی که دولت کرده میتونه جاینت ونچر است، یعنی سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی یا شرکت های داخلی که اونا هم علاقه نگرفتن و موضوع تا به امروز ملتوی ماند و جنبه های حقوقی و بعض جنبه های تکنیکی پیدا کرد، مخصوصا معدن مثل عینک و دیگه و دیگه که موضوع تا به همینطور مانده و کنون بهره برداری وجود نداره. آقای جعفری، بیاین در مورد توقعات مردم افغانستان بپردازین، همونطور که در مورد ارزش معادن یا یک خب منابع زیرزمینی فلزی گزارش های ارائه شد. ابتدا پژوهشگران آمریکایی گزارش ارائه کردن و رقم ارزش را ارائه کردن، بعدش وزارت معدن هم ارائه کردن که ارزش معادن فلزی به چه حد است. توقعی را که مردم داشتن در این راستا کاری صورت گرفت یا نه؟ عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه تلو نیوز. در مورد سوال شما و در مورد گفتهایی که تا حالا جناب فرهنگ مطرح کردن، این نکته را باید عرض بکنم که مقداری که گفته میشه 1000 میلیارد دلار یا 3000 میلیارد دلار از نگاه تکنیکی هیچ بنیه و اساسی نداره. ایرا در ابتدا باید خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما روشن بکنیم. چرا شما این برداشت دارید؟ چون که این اطلاعات که بر مبنای از او بتانن یک ارزش واقعی بتن عملا فقط بر مبنای چند دسته از اطلاعات است. یک، مطالعاتی که روزها یا اتحاد جماهیر شوروی حدود 40 سال پیش یا بیشتر یا کمتر از او انجام داده بودند و مطالعات بسیار فشرده و خلاصه شده بود و فقط برای شناسایی مناطق بود که این استعداد معدن شدن را دارد یا ندارد. مطالعات بعدی که در این قسمت انجام گرفت در سالهای اخیر بیشترش مطالعات تصاویر ماهواره‌ای بود یا مطالعات ریموت سنسینگ یا سنجش از دور که این فقط یک نگاهی از نگاه سطحی به شرایط جیولوژیکی یا زمینشناسی افغانستان میندازه و هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر شرایط زیر سطح وجود نداره. اگر شما یک کمی دقیق‌تر به اطلاعاتی که وجود داره ببینین، شاید بگم که برای گفتن ارزش یک معدن شما باید چندین هزار متر برمکاری بکنین تا بفهمین که فقط یک معدن چقدر ارزش داره. چطور میشه که بدون هیچ گونه افاری در فرض بکنیم مقیاس وسیع در کل افغانستان آقای جعفری چقدر وسایل کار ساده ساخته تا بتونن تخمین ارائه کنند؟ عرض کردم، من از نگاه یک زمینشناس ایره برای شما عرض میکنم که مطالعات ریموت سنسینگ یا سنجش از دور فقط یک پتانسیل وجود ماده معدنی را برای شما آشکار میسازه، اما ای که بتونین حجم از او را چون در زیر زمین نهفته است و با پیچیدگی‌های ساختاری که شرایط زمینشناسی افغانستان داره کار ما را سخت‌تر میکنه. دادن ارقام، حتی ارقامی که سروی جیولوژی آمریکا داده او هم باید به دیده شک نگریسته شود، چه برسه که وزارت معدن ما تا یک اعلامیه رسمی ارزش از این سه برابر یعنی 3000 میلیارد دلار اعلام کرد. دقیقاً شما مطالعات دارین در این عرصه در افغانستان، رقم هایی که ارائه شده شما این رقم را بیشتر میدونین یا که نه کم است؟ من به عنوان یک کسی که تخصص در این قسمت دارم نمیتونم حرفی بزنم چون نمیدانم که در زیر زمین چه گپی در جریان است، اما این را میتونیم بگیم که ظواهر معدنی در افغانستان یا ظواهر مینرال هایی که احتمال ارزش معدنی شدن را داشته باشند زیاد است و امیدواری زیاد هست و باید سرش کار شود. ما به عنوان مثال کشور مثل فنلند را اگر مثال بزنم، در اونجا یک دیتابیس بسیار قوی از تمام ذخایر یا او پتانسیل های معدنیشان وجود داره که میتونن شرکت ها با استفاده از او اطلاعات بیاین و کار خود را برنامه ریزی بکنن. در افغانستان ما فقط اطلاعاتی داریم که یا روزها انجام دادن با استاندارد یا تکنیک های 40 سال قبل یا سروی است که سروی جیولوژی آمریکا انجام داده، او هم با فقط کارهای از دور و بسیار سمپلگیری های جزئی و هم باز هم سطحی. یعنی اصل تخمین ارزش یک معدن را مطالعات خیلی پرخرج و مطالعات عمقی او را تایید میکنند. حالا یک نکته که در مورد افغانستان مطرح میشه و مطمئنن که شما هم بالاش تاکید دارین، افغانستان در دل زمین منابع سرشاری داره. پرسش نخواست را تکرار میکنم که چقدر افغانستان نظر به توقعی که مردم داشت، نظر به نیازمندی که مردم داشت تانست گام بگذاره برای اینکه خب حداقل رفع مشکلات اقتصادی کنه؟ در این قسمت من یک ارجاع میتونم به شجاعت که افغانها ادعا دارن که ما داریم و در بسیاری جاهای دلاوری را از خود بروز میتن. ما فکر میکنم که ما افغانها مخصوصا دولت مردای ما باید این شجاعت را داشته باشند که بشینند هم خودشان مرور بکنند، مراجعه بکنند به سابقه کاری خودشان و هم از زبان دیگرها بشنوند که گذشتهشان را چگونه اینا تحلیل میکنند. نگاه ما به سکتور معادن مخصوصا بخش برنامه‌ریزی و مدیریت از او نگاه کاملا انتقادی است، چرا که وضعیت نشان میده که خیلی دستاوردهای چشمگیری وجود نداشته. ضعف‌های عمده‌ای وجود داشت که من برای شما برمی‌شمارم که انشالله در دولت بعد نگاه ویژه‌ای به او شود. ضعف اول که مانع تحقق استفاده مردم یا استفاده مالی کشور از منابع میشه نبود زیرساخت‌هاست. اگر که شما دقت بکنین بسیاری مواد معدنی یک ارزش خاصی فرض کنین در هر تن در بازارهای دنیا داره و ما اگر زیرساخت‌های لازم را فراهم نکنیم بسیاری از مواد معدنی حتی صرفه ایران نخواهد کرد که از مرکز افغانستان تا لب مرز افغانستان منتقل شود، چه برسه که به بازارهای جهانی انتقال بیابه و در اونجا به فروش برسه. یعنی هیچ سودی در این مابین دیگه برای معدنکاری نمیمونه. اگر که واقعا دولت مردای ما یک اراده ای برای داشتن که افغانستان از این منابع معدنی خود باید استفاده درست بکنه و در فرض بکنین در این دوره‌ای که ما می‌بینیم کمک‌های خارجی کم شده، این جایگزین فرض کنین تمویل خارجی‌ها شوه، باید که زمینه را برای انتقال ارزان این مواد به مرزها یا به بنادر اصلی دنیا فراهم میکرد، اما همچنین نشد متاسفانه. یک نکته آقای جعفری، انتقال اقدام دوم یا کار دوم است، ابتدا استخراج است. بله. حالا پرسش اصلی در همین راستا است که ضعف‌هایی را که داشته حکومت افغانستان نتانسته نظر و توقع مردم یا نیازمندی‌هایی را که خود حکومت افغانستان داشته که خب وابسته بوده بر از، یعنی به خاطر وابسته میگیم که اگر این کار را انجام میداد ممکن از لحاظ اقتصادی مشکلات اندکی ما می‌داشتیم. چه ضعف‌هایی؟ ما عرض ما بابت زیرساخت‌های ترانسپورتیشن یا حمل و نقلی است که اگر سرمایه‌گذار احساس نکند که او ماده معدنی برش بصرفه است، انتقالش از افغانستان به بیرون، وارد سرمایه گذاری نمیشد. دلیل بزرگی که فرض بکنین گروه شرکت‌های هندی هنوز هم در حال مزه کردن آهن آجیکک است همیست که اینا دنبال ای هستند که چگونه میتونن آهن آجیکک را با یک صرفه اقتصادی استخراج بکنن. آمدن تا پای استخراج را آمدن، ولی این معضل وجود داره. در قسمت کمکاری های دیگه ای که ممکن است شده باشه، اولین ضعف و بزرگترین ضعف در دولت های در حکومت گذشته ای که ما 13 سال تجربه کردیم، گماشتن افرادی است که در اون قسمت تخصص ندارند در رأس امور. اکثر وزرای معدنی که ما تا حالا دیدیم خودشان تجربه کار در وزارت معدن را نداشتن غیر از یک مورد یا نهایتا دو مورد. این باعث میشه که او احاطه کلی که باید او شخص به مدیریت و مسائل مدیریتی او سکتور داشته باشه او وجود نخواهد داشت. یک وزیری فقط صرف چون وزیری در وزارتخانه دیگه بوده و خوب کار کرده دلیل نمیشه که در وزارت تخصصی یا سکتوری مثل وزارت معدن بتونه که خوب کار بکنه. دلایل دیگه هم هست که باز من به مرور بشم. آقای فهیم، بحث بهره برداری از منابع زیرزمینی افغانستان را مطرح کردیم که چقدر حکومت افغانستان کار کرد در جریان 13 سال گذشته و چالش ها هم بررسی شد، یعنی که چه ضعف هایی را حکومت داشت. ما بیاین این را به بررسی بگیریم که گذشته از ضعف هایی که وجود داشته چه موانعی بوده، یعنی چه چالش هایی بوده صد راه استفاده از این منابع که خب حکومت افغانستان بنا به امکانات کمی که داشته نتانست استفاده کنه. با عرض سلام به شما بیننده های برنامه تان و میهمانای عزیز. ما پیش از اینکه به اصل سوال پرداخته شد، ما میخوایم در مورد منابع طبیعی که منابع طبیعی به چی گفته میشه در یک افق گسترده تر یک مقدار تبصره داشته باشیم. ببینین منابع طبیعی به پدیده هایی گفته میشه که ما انسان ها در خلق و ایجاد از اون نقش تأثیری نداریم و این منابع معمولا به دو دسته تقسیم میشه، منابع تجدید پذیر و منابع تجدید ناپذیر. منابع تجدید پذیر طبیعی با اون منابع گفته میشه که امکان از این ایجاد میکنه برای ما که بار او را مورد استفاده قرار بدیم، یعنی با یک بار استفاده اون نابود نمیشه، از بین نمیره. مثل فدن امی آب در چرخه طبیعت در گردش هست، بار ما میتونیم از او استفاده بکنیم. مثل فدن باد، خود خورشید، انرژی گرمایی که در بطن زمین نهفته است، اینا تمام جنگلات، خاک، اینا کلش منابع تجدید پذیر هستند. منابع تجدید ناپذیر طبیعی که یک بار مصرف هستند، همین معادن است. نفت، گاز، زغال سنگ، منابع معادن از هر نوعش، از مس گرفته تا طلا، وقتی که استخراج کردی بار دیگه برای همیشه نابود میشه، از بین میره. و طبعا این منابع طبیعی بستر حیات در زمین تشکیل میده و یکی از عناصر اساسی محیط زیست ما را تشکیل میده. حیات ما انسان ها تقریبا وابسته به این منابع طبیعی است. در بخش ازی که چه موانعی در استفاده از منابع طبیعی در کل و منابع زیرزمینی به صورت خاص وجود داشته، اساتید محترم قبلا به گوشه های از او اشاره کردن. خب این که جنگ های طولانی این فرصت از ما گرفته، ای که فرضاً دانش وجود نداشته، تخصص وجود نداشته، ابزار و وسایل وجود نداشته. ما تا قبل از 2010 فرضاً دقیق نمیفهمیدیم که در زیر زمین کشور ما چه نهفته است. قسمی که امروز هم نمیفهمیم در روی زمین ما چه مقدار آب وجود داره. منابع به شدت متناقض است، متفاوت است. از 95 میلیارد شروع تا 75 میلیارد. آماری هم که در این مورد وجود داره به دهه‌ها قبل برمیگرده. وقتی که ما در سنجش میزان آب موجود در چرخه طبیعت ناتوان هستیم، ما چطور میتونیم در عمق 1000 متری زمین دقیق تخمین بزنیم یا بسنجیم چه مقدار مواد معدنی وجود داره، نفت چقدر وجود داره، گاز چقدر وجود داره. در آقای جعفری متخصص از این عرصه هستند، با خصوص در قسمت نفت و گاز. بعضی ذخایری هستند که مشترک می باشه بین کشورها، با خصوص در مرزهای احتمالات وجود دارد. در سایه آمودریا یا در غرب کشور ما دقیق در این مورد ما خودش نبود به اصطلاح دانش فنی در این عرصه، نبود کارگر ماهر برای استخراجش، نبود کارشناس متخصص در این عرصه. به امرای از اینکه فرضاً سالها جنگی که تحمیل شده بالای مردم افغانستان، که هنوز هم سایه جنگ یا غبار جنگ از فضای افغانستان دور نشده، این همه به اصطلاح امکانات بالقوا و بالفعل از ما گرفته تا در این مورد دقت بکنیم. تا وقتی که این به اصطلاح و گذشته از اینکه سوی مدیریت وجود داشته، گذشته از اینکه حتی آلیام ببینین ما در مورد استخراج معادن وقتی که ما صحبت میکنیم بیشتر بر روی خام فروشی معادن فکر میکنیم. هیچ وقت هیچ برنامه ارائه نشده که ما چه رقم این منابع را اگر از دل زمین استخراج میکنیم، ایره چه رقم تا حد امکان ما بتونیم در داخل کشور حتی نیمه پخته بسازی میشه که یک ارزش افزوده هم داشته باشه. ما به اساس معادن مثل عینک یک روزی در موردش صحبت میشد، قیمت یک تن سنگ معدنی که تقریبا نمو ریالیتی یا درجه به اصطلاح خلوص ازی 60 فیصد تخمین زده شده یا پیش بینی شده، ایره به قیمت یک کیلو تقریبا مثل فلز مس که به شکل لینای برق قابل استفاده است، به قیمت یک کیلو ازی یا دو کیلو ازی فروخته میشه. و این مشکل جدی وجود داره که نه تنها که زیر ساخت‌ها با مشکل جدی وجود داریم، آیا خام فروشی از این ما را بی‌نیاز می‌سازد؟ خیلی کوتاه در مورد امکانات دست داشته که خب حکومت افغانستان داشته، چقدر میتونست کار بیشتر از آنچه که انجام داده را انجام بده؟ خیلی کوتاه شد. برای هر کار یک نقشه راه ضرورت است. اگر ما با استفاده از امکانات محدود خود یک نقشه راه درست را هم عرضه می‌کردیم، ارائه می‌کردیم که بر مبنای از او کارهای بعدی صورت می‌گرفت، بازم کار کلانی شده. یعنی شما باید باور هستین در این مورد ما با مشکل جدی مواجه هستیم. امکانات دست حکومت در اختیارش بود، اگر به کار می‌انداخت به صورت درست، کار بیشتر از آن چه که صورت گرفته را ما شاهدش بودیم. یقینا. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. آقای فرهنگ، فکر میکنین که در مورد معادن افغانستان مشخصا یگانه گزینه بر حکومت افغانستان، یعنی 13 سال را ما برش توجه میکنیم و امکاناتی که داشتن، همین بوده که معادن را به قراردادها میدادن؟ خب پیشتر از اینکه سوال شما را جواب بدم یک تبصری بسیار کوتاه داشتم که راجع به معدن آهن آجیگک 45 سال قبل از امروز یک تیم فرانسوی آمدن معدن آهن آجیگک را مطالعات تکنیکی می فیزیبیلیتی استادی که میگن کردن. رئیس هیئتشان یک فرانسوی بود به نام مسیو ژاکومو. اینا تمام پروگرام ساخته بودن چطور زغال سنگ در جایی که معدن آجیگک از زغال سنگ به اون طرف است این چطور توسط سیستم لفت تلیفریک که میگن بیارن به سر خود معدن و این در اول به شکل کلوخه از رای خط آهن کشیده میشد به بندر کراچی صادر میشد به ژاپن، همراه ژاپن قرارداد شده بود و بعد از او در عین زمان یک فابریکه ذوب آهن ساخته شد که مثل که در اصفهان روس‌ها ساختن. این مذاکرات دوام داشت که بعد از کودتا شد سال 1971 بود کودتا شده که شد ایمان. یعنی سری مسائل قبلا هم مطالعات تکنیکی یا صورت گرفته موجود است همیشه شاید در وزارت اقتصاد موجود باشه اما ما شنیدیم که مقدار زیاد همون مطالعات تکنیکی معدن افغانستان که در اون سالها صورت گرفته بود حتی به فروش رسیده بعضی کشورها رو خریدن. این عالمیم سر مسئله چی شما قراردادها من فکر میکنم که مثل که من در اول گفتم که قرارداد کردن آسان است اما بسیار دقیق است. درست وقتی که قرارداد میشه در قرارداد تعهدات و مکلفیت ها و حقوق هر دو طرف بسیار درست سنجش میشه به ترتیبی که هم کشوری که سرمایه گذاری میکنه نظر به اینکه سرمایه خود را در اختیار قرار داده مطابق با سنجشی که میشه از سرمایه خود طبعا یک چیز مشروع است که نه تنها سرمایهش باید است پس احیا شود بلکه مفادی هم به کار بگیره و کشوری که دارنده مواد معدنی است او خود مواد خود مفت نمیده باید است که امو پول یا قیمت مواد خود را رئالیته هر چی که تعیین میشه این بر اساس مذاکرات میشه این باید است به می ترتیب صورت بگیره که به اصطلاح آمیانه ما نه سیخ بسوزه نه کباب. اما مهم است که اگر اینطور قرارداد فرض میکنیم بین یک کشور مثل ژاپن یا امریکا صورت میگیره یا بین دو مملکت اروپایی صورت میگیره اونا اینقدر ماهر هستند در این مسائل که مسائل حقوقی بسیار دقیق است دوستان مگر زیادتر میفهمند حتی یک کلمه میتونه که مفهوم تغییر بده. از اون خاطر است که بسیار اونا دقیق مسائل میبینن متخصصین دارن برای مطالعات تکنیکی اتر معادن متخصصین موجود است. یک سیستم است به نام تساپ میگن. تساپ عبارت است مختصرش که یعنی رسیدن به هدف مطابق با وسایلی که در اختیار داریم. اینمی سیستم را عموما در داوطلبی ها و اینا به کار میبرند. این در افغانستان کسی از راهش سیر نشده که بفهمه که چی است چطور ما از پایان با سایده به کار میبریم تا به هدف عالی ترین که استفاده از خود ثروت است او به شکل عادلانه است. آقای فرهنگ شما در مورد قراردادها بیشتر به جزئیات رفتین که با چه مواردی باید قرارداد بسته شد. ما شرایط افغانستان را برش توجه داشته باشیم و پرسش هم به اساس این بود که در شرایطی که افغانستان در 13 سال قرار داشت مجبور بود که منابع زیرزمینی خود را به قرارداد بده معادن خود را یا اینکه خب حتی کشورهای پیشرفته هم به سایر کشورها به قرارداد میسپارند چنین معادن خود را. شما ببینید هر کشور امروز تجارت بین المللی یک چیزی است که هیچ کشور شما در جهان نمیافین که تمام امکانات رفع احتیاجات مردم خود در هر ساحه داشته باشه. از این خاطر است مفهوم تجارت خارجی به وجود میاد. چیزی که داریم صادر میکنیم چیزی که نداریم وارد میکنیم تقسیم کاری بین المللی صورت میگیره. افغانستان در 14 سال گذشته در قسمت مطالعات تکنیکی معادن خود توانایی نداشت اما در جهان شرکت ها و مؤسسات موجود هستند که اونا استخدام میشن و اونا میاین و از منافع کشوری که دارای امی یعنی آگاهی نیست امیر نداره اونا این کار برش انجام میتن. در افغانستان از این کار که صورت نمیگرفت. چند نفر میشتن با هم قراردادها امضا کردن. شما تمام قراردادها، چی قراردادهایی که بین افغانا شده بین خودشان و چی قراردادهایی که بین افغانا و خارجا شده، کلی از این بسیار سرسری سرش تک شده. اگر به قرارداد هم سپرده نمیشد چنین موارد، این سوال مطرح میشه که خب افغانستان امکانات را داشت که استخراج کنه، بعد مبادل کنه، بعد تولید ملی. ببینید اینجا ما بین منابع طبیعی و معادن فرق میکنیم. مثلا معادن خرد و کوچک و ریزی هستند که به وسایل ابتدایی امیال در گوشه و کنار افغانستان به صدها تا استخراج میشه. حتی در نمو هم منافع درست وزارت معدن مد نظر گرفتن شده. یک تعداد زوراورا و اهالی مناطق و دیگه معادن خود و ریزه را در انحصار خود در آوردن، به زور و به جبر او را استخراج میکنن و از او استفاده میکنن. مثلا معدن لاجورد، معدن چندین چیز ما داریم. طلا در سوات شمال افغانستان یکی معادن بسیار کلان است، مثل که از آجیره گفتیم، مثل عینک گفتیم، حوزه آمور گفتیم، نفت و گاز دیگه و دیگه. ایرا حکومت افغانستان و مردم افغانستان تواناییش ندارند، امکانات سرمایشی ندارند. پیشتر به شما از اتحادیه سرمایه گذاران افغانستان صحبت کردیم که اونا همین کار به دست گرفتن اما نکردن. پیسیش داشتن اما نکردن، برای اینکه اعتماد نداشتن سر آینده افغانستان، بیشتر پولای خود به خارج بردن. اینالی این وظیفه همون وزارت های مربوطه بود که با جلب توجه کشورهایی که همین توانایی سرمایه گذاری داشتند به قسم جاینت ونچر ایره عملی میکردن. یعنی قسم افغانستان سرمایه گذاری میکرد، قسم اونا و از این بهره برداری میکردن که این کار صورت نگرفت. این معادن برای امرای هندوستان و چین و کی قرارداد شد، اما همیان معدن مثل عینک ما میبینیم که باز قطع نظر از مسائل امنیتی، باز مسائل دیگه تکنیکی پیدا شده که چینایی‌ها کار متوقف ماندن. 5-6-7 سال تیر شد اما کوچکترین کاری از اونجا صورت نگرفت. خیلی سپاس. آقای جعفری، الان افغانستان در موقع قرار داره که بیشتر بحث‌های انتخاباتی مطرح است. ممکن تا ماه آینده یا روزهای آینده سرنوشت انتخابات افغانستان هم معلوم شود. چند پیش قانون معادن تصویب شد. اگر نگاه کوتاهی در مورد قانون معادن داشته باشیم، شما حتما مطالعه داشتین، واقعا قانونی است که افغانستان را کمک میکنه و چالش هایی که در گذشته وجود داشت نداره و پیش نمیاد؟ در ارتباط با قانون خب به اندازه مکفی صحبت های ما داشتیم همراه تلویزیون شما و سایر رسانه ها. به هر حال از وزارت معدنی که در بخش های مختلفش میشه که نواقصی را ببینیم یا از حکومتی که کلا در این قسمت تجربه یا تخصص چندان زیادی نداره، توقع یک قانون کامل داشتن اشتباه است. ما ضعف‌های قانون را بارها و بارها لیست کردیم و مراجع مختلف دادیم و امیدوار بودیم که تغییراتی که ما پیشنهاد کردیم دو بیاید. حالا به هر ترتیب قانون پاس شده، نقاط قوت خود را هم دارد، نقاط ضعف خود را هم دارد. بیاین به نقاط ضعف اشاره کنین که این نقاط ضعف نسبت به گذشته برجسته‌تر یا نه که کم است؟ در بعضی موارد بعضی ابهامات وجود دارد، در بعضی موارد بعضی تناقضات بین نسخه های مختلف قانون وجود دارد. فرض بکنین به انگلیسی یک چیزی نوشته شده است، به فارسی یا دری یک چیز دیگه نوشته شده است، یا به پشتو یک چیز دیگه نوشته شده است که اگر و طبق قانون گفتن که هر سه نسخه یک بار معنایی داره. اگر هر کمپانی بیاید یکی از اینا رو دستاویز خود قرار بده، دوچار یک مشکل کلان خواهیم شد. در بحث‌های مربوط به اکتشاف و استخراج هنوز هم اون مکانیزمی که بتونه اینا را با صلاحیت وزارت معدن تا یک داوطلبی بده یا جدا بده شفاف نیست. دی وزارت معدن گفته ما این حق را خواهیم داشت بنا به صلاحیت خود دو داوطلبی را ادغام کنیم در یک داوطلبی. این در شرایطی است که افغانستان هیچ شناختی از منابع خود نداره که او را در اختیار یک کمپانی بده که هم اکتشاف او را انجام بده و هم استخراج او را خودش انجام بده. در او صورت میتوند در مرحله اکتشاف راپورهای غیر واقعی بده، ممکن است مقدار این. شما به باور هستین که اکتشاف توسط یک کمپانی صورت بگیره و استخراج کس دیگر انجام بده، یا البته قانون این را واضح ساخته یا اجازه داده کسی که اکتشاف میکنه حالا حق استخراج هم داره. میگم مشکلش را ببین، ادعایی که قبلا صورت میگرفت این بود که پولی که یا مصرفی که روی اکتشاف میشه بیشتر است تا ای که سود به دست بیاید. دقیقاً. خب این را حالا قانونی که شکل گرفته گفته میشه به اساس امون که خب افراد در اکتشاف صدمه مالی نبینند. بله. این یک چیز طبیعی است. در کل دنیا این یک عملی است که عرف است. ببینید شما یک زمینی را یک شرکتی او را میره پیدا میکنه، سرش کار میکنه، اکتشاف میکنه و نشان میده که این یک ارزشی داره و او را تسلیم وزارت معدن میکنه یا مرجع مربوطه و او به داوطلبی گذاشته میشه. ممکن است این خود کمپانی دستش باز باشه که او کشف خود را اکتشاف یعنی کشف کردن بان. کشف خود را بفروشه مستقیما به کمپانی بزرگتر که او خواهان استخراج است، یا ممکن است که این اکتشاف را نتایجش را راپورش را بفروشه به وزارت معدن. هیچ گونه پای ضرر در این مابین نیست، مگر اینکه کمپانی استدلالی که در این مورد میشد بجا نبود. مگر اینکه کمپانی، ببینید کمپانی که وارد عرصه اکتشاف میشه ریسک میکنه، یعنی آمریکایی‌ها اونا رو میگن کابوی کمپانیز، کمپانی هایی که میگن خود در معرض خطر زیاد میندازن و ممکن است در یک پروژه به قول خودمانیش که گفت ده ها سال کار خود را بکشن. این چیزی است که در دنیا عرف است، کار میشه. وزارت معدن البته دست خود را در این مرحله باز گذاشته که ما میتونیم به کمپانی بتیم هر دور یک جای، میتونیم که جدا جدا اینا رو داوطلبی کنیم. نبود شفافیت در این قسمت خودش یکی از نگرانی هایی است که بر ما وجود داره. حالا اجازه بدین که واکنش سازمان دیدبان شفافیت معادن افغانستان را در مورد قانون معادن براتون ارائه کنم یا بگویم. میگن که دست مافیا و کسانی که بیشتر میخواین فساد کنن را باز میکنه این قانون. اگر این حرف دقیق باشه خب نسبت به گذشته به جای اینکه گام به پیش باشه به عقب است. با توجه به عدم شفافیت در خود قانون و گفتم مثلا در ماده 19 بند سوم آمده که وزارت معدن این تشخیص رو میده که یک بید یا داوطلبی داشته باشه یا نه، اونا رو به صورت جدا کنه. بعضی از ابهاماتی که به این صورت در متن قانون هست این دست کسایی که با وزارت معدن هم کاسه میشن یا شریک میشن یا اونا را از خود میکنن، دست از اونا بازتر خواهد بود که اما خواست خود را به منافع ملی ارجحیت ایجاد بکنند در وزارت معدن و در بین تصمیم گیرا. ما تمام نگرانی که داریم از این است که سیستم‌های نظارتی ما توانایی نظارت بر شفافیت در بخش اجرایی وزارت معدن را نداشته باشه و این ابهامات خوردری است که در گوشه کنار قانون گنجانده شده. ابزاری شده برای سودجویی بیشتر کسایی که نفوذ زیاد دارند سر حتی فرض بکنین سطوح بالای وزارتخانه که اونا را مجبور کنن به خواستهای اونا تن بتن. ما نگرانی ما از این جهت است و امیدوار هستم که با توجه به همین بحث‌های رسانه‌ای که میشه و اطلاع رسانی‌هایی که میشه دست کسایی که میخوان سودجویی بکنن در این قسمت بدون در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان کوتاه‌تر شود یا حداقل زمینه برای فساد از اونا محدودتر شود. در مورد قانون معادن خیلی کوتاه اگر اشاره کنین که حالا چند مورد هم که قابل نگرانی برای این دیدبان است که خب با کسی که یا با شرکتی که قرارداد بسته میشه هویتش را نمیگن، یک نکته. و نکته دوم هم که اینجا نگرانی خود را مطرح کردن که خب قراردادها انتشار پیدا نمیکنن. چقدر اینا نکات خیلی جدی هستند که باید این کار میشد، یعنی که خب مالکین شرکت هایی که باش قرارداد میشن اسمشان باید گفته شود قراردادها انتشار پیدا کن. وقتی ما میگیم که برگردیم به گذشته و یک تصمیم بگیریم منظور ما هم همیست. وزارت معدن 5 سال حداقل تجربه واگذاری قراردادها را داشته، جامعه مدنی هم به همین مدت تجربه نظارت بر کار وزارت معدن را داشته. متاسفانه در بخش شفافیت هنوز هم معضلات زیادی وجود داره، من جمله عدم انتشار بعضی از قراردادها. مثل قرارداد مس عینک تا هنوز هم اشد محرم باقی مانده، هرچند که لیک شد از طریق یکی از خبرنگاران و به دست بعضی‌ها رسید، اما از نگاه اداری او هنوز هم جزو قراردادهای محرم هست و این صحیح نیست، چرا که مردم افغانستان باید بدانند که در داخل او قرارداد چه چیزهایی گنجانده شده، چرا که نهادهای جامعه مدنی یا مراجع نظارتی مثل پارلمان باید به او قانون دسترسی داشته باشند تا او را حلاجی بکنند. مراجع علمی مثل فرض بکنین دانشگاه ها باید به او قانون دسترسی داشته باشند که او را به عنوان یک کیس یا یک مورد مطالعه به دانشجوهای خود بسپارند که سر از این کار بکنین، استادا سر از او کار بکنن. این فکر میکنم یک نقطه بسیار تاریک است در گذشته ای که ما تا حالا پیش آمدیم در قسمت فاش شدن مالکین اصلی کمپانی ها. این یک ضرورت است، چرا که تا حالا ما فرض بکنین 5 کمپانی به نامهای مختلف داشتیم که مالک اصلی از اونها یک نفر بوده و ممکنه 5 کمپانی در یک داوطلبی شرکت بکنن و دیگرها را فرض بکنین که خارج بکنن از گردونه و او طبق امو نفع اون مالک اصلی از او و به ضرر مردم افغانستان ای داوطلبی را برنده شوند یا بسیاری گپای دیگه ای که میشه. ما مثالای مختلفی داشتیم، مثلا در کشورهای همسایه ما یک دختر رئیس جمهور بعد از 3 یا 4 دست معلوم شد که پشت یک قرارداد بزرگ معدن دستش بوده و بسیار یک جنجال بزرگ شد. اینجا ولی با همون یک دست فاصله مالکیت بود. آقای فهیم، تمام مواردی که ما بحث کردیم رویش خیلی بر افغانستان با اهمیت دانسته شده و گفته شده که اگر کارهای جدی صورت می گرفت حالا حداقل نیازمندی افغانستان از لحاظ اقتصادی به دیگر کشورها کاهش پیدا می کرد. بحث جدی دیگه بحث آب افغانستان است. شما کتابی هم در این راستا نوشته کردین. فکر می کنین که مشکلات عمده در قسمت منابع آبی افغانستان چه است؟ منابع آبی افغانستان یکی که ارقام اطلاعاتی که بر مبنای از او ما شما صحبت میکنیم، این ارقام اطلاعاتی است که به 10 سال قبل برمیگرده. با در نظر داشت تغییرات اقلیمی که در 1-2 دهه اخیر دنیا شاهدش بوده، این ارقام و اطلاعات حتما تغییر کرده، اما ما در مورد کیفیت این تغییرات معلومات دقیق و موثق نداریم. بنابراین یک ابهام وجود داره که در این زمینه باید کارهای صورت می گرفت که ارقام و اطلاعات جدید باید به دست می آمد. یک سروی جامعی صورت می گرفت که ما دقیق می فهمیدیم چه مقدار آب در شرقی طبیعت کشور ما وجود دارد، چه مقدارش آبای زیرزمینی است، چه مقدارش آبای سطحی است. و همچنان خود طبعا در قسمت منابع طبیعی و منابع بسیار تجدیدپذیر طبیعی، آب یک عنصر تعیین کننده است که حتی وقتی که در مورد استخراج معادن هم صحبت میکنیم ما با آب ضرورت داریم. بله. و استخراج معادن اگر با دقت صورت نگیره یکی از منابع آلاینده های آب میتونه باشه. منابع آب چه زیرزمینی ره چه آب سطحی را آلوده بسازه که طبعا یک صدمه جدی است که به محیط زیست وارد میشه. و مسئله دیگه بازم برای بهره برداری از آب به دانش تخصصی نیاز وجود داره که ما فاقد این دانش هستیم. در قسمت بازم بهره برداری از آبهای مشترک به دانش تخصصی حقوقی نیاز داره که ما متاسفانه در کشور متخصصش نداریم. امور رقمی که در قسمت حقوق معادن صحبت شد، ما متاسفانه در مورد حقوق معادن یعنی تعداد حقوقدانایی که حداقل با حقوق معادن آشنا باشند و این توانایی را داشته باشند که قراردادهای بزرگی که در دنیا صورت گرفته با اون قراردادها دسترسی داشته باشند، از محتوای از او استفاده بکنند و به روشنی از او ما بتونیم یک قرارداد جامعی که منافع ما را تضمین بکنه، هم به محیط زیست صدمه نرسانه، هم منافع مشتری را تامین بکنه، نداریم. در مرحله معلوم میشه که قراردادی که از خلاص و چه بسا که به خاطر اینمی کمبودایی که بعداً متوجه شده کسایی که قراردادا را به امضا رسانده، قراردادا را به اصطلاح محرم نگاه کردن که اصلا نمیخواین مردم در مورد محتوای از اینا آگاهی پیدا بکنن. با این مشکل ما در عرصه به اصطلاح حقوق آبای افغانستان مواجه هستیم. و همچنان موضوع مدیریت منابع آبی، انتقال آب از حوزه‌های پر آب به حوزه‌های کم آب، هم به پول نیاز دارم، هم به دانش تخصصی نیاز داره، هم به زمان نیاز داره که ما متاسفانه فاقد از این هستیم. طبعا اگر ما در این عرصه ها توجه جدی بکنیم، این خودش یک منابع مطمئن درآمد. یکی از بحث‌هایی که در مورد آب‌های افغانستان مطرح میشه بعد از رفتن آب‌های افغانستان است. آیا تا حال قرارداد صورت گرفته میان افغانستان و خب به کشورهایی که آب افغانستان میره؟ یک نکته. نکته دوم راه حل است، یعنی چه کاری انجام بده افغانستان که مثل سایر کشورهای دیگر که استفاده میکنه از منابع آبی خود، حتی به کشور همسایش که میره باید قرارداد داشته باشه، پول اخذ کنه یا در بدلش چیز اخذ کنه، چه کار باید؟ ببینید در عرصه بهره برداری از منابع آبی افغانستان چند تا قرارداد وجود داره که در گذشته ها به امضا رسیده. قراردادی است که در 1351 بین دولت وقت افغانستان و دولت ایران به امضا رسیده در مورد استفاده از آب رود هلمند و این قرارداد یک قرارداد بسیار جامع است که هیچ ابهامی در این قرارداد وجود نداره، اما طرف جمهوری اسلامی ایران آمدانه طوری بسیار وانمود می سازد که قرارداد در عمل اجرا نشده، به خاطر از اینکه از زمانی که قرارداد مشکل از سوی حکومت ماست که گام نگذاشته بر عملی شدنش یا که کشور همسایه نمیشه. مشکل دو طرفه است. اونا میخوان افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف بسازن از بهره برداری یک جانبی خود، و این طرف هم در جانب افغانستان تا بر مدت ها در مورد محتوای از این قرارداد آگاهی وجود نداشت و بعد از او هم ما در شرایط قرار داریم که پروژه هایی که به خاطر بهره برداری از این آب روی دست گرفته شده و دلایل ناامنی که در مناطق وجود داره، این پروژه ها هیچ کدامش به بهره برداری نرسید. از جمله بند سلما، همچنان بند دهلی قندار، فیز مثلا دومش بند کجکی که باید ارتفاعش بیشتر میشد، پروژه هایی است که تطبیق از اینا به دلیل ناامنی در شرایط موجود امکان پذیر نیست. همچنان بند برق بخش آباد. قراردادهای دیگه که ما داشتیم با اتحاد شوروی وقت بود در مورد تعیین رژیم یا وضعیت حقوقی رودخانه آمو، بر اساس او قراردادها وضعیت حقوقی رودخانه آمو مشخص شده، اما علیرغم مشخص شدن وضعیت حقوقی رودخانه آمو ما کمترین استفاده را از منابع آب آمو کردیم. تا شما بسیار با وضاحت می‌بینین که به صدها هزار هکتار زمینی که در مجاورت رودخانه آمو و شاخه‌های فرعی که با آمو منتهی میشه قرار دارن، اصلا با آب به دلیل کمبود آب قابل کش نیستن، یا حتی روستاهای دی ساحات وجود داره که مردم با آب سی آشامیدنی در کنار رودخانه آمو دسترسی ندارن یا با فاصله اندک از رود آمو قرار دارن. به دلایل ازی که بازم به دلیل ازی که فعلا پروژه های باید طراحی میشد، اول یک برنامه برای بهره برداری و مدیریت جامع منابع آب وجود می داشت که طور یک برنامه متاسفانه وجود نداشت. بعد از او باید گام های به خاطر تحقق برنامه برداشته میشد که ابزار نیاز داشت، به دانش تخصصی نیاز داشت، به سرمایه نیاز داشت که به دلایل مختلف، چون من تصور میکنم که چون یک دیدگاه مشخص وجود نداشت، یک برنامه جامعی برای مدیریت وجود نداشت، بناهن دانشش هم ایجاد نشد، ابزارش هم تدارک دیده نشد، منابع پولیش هم تهیه نشد. بالاخره ما در مورد حکومت 13 سال گذشت، شما که در این راستا تحقیق کردین، خب کتابی هم نوشتین، چقدر خیلی جدی گرفتین این مسئله، یعنی مسئله آب‌های افغانستان و چقدر حکومت افغانستان درک کرد که یکی از موضوعات اساسی بر افغانستان بحث آب‌های افغانستان است؟ خیلی کوتاه. در سالهای اول متاسفانه که هیچ به عنوان یک موضوع جدی مطرح نبود مسئله بهره برداری از منابع آب، اما در طی سالهای اخیر یک مقدار توجهات نسبت به این قضیه جدی‌تر شده و برنامه‌های تدوین شده که حالا برای اجرای از این برنامه‌ها نیم دانش وجود داره و نیم مهارت و نیم سرمایه. خیلی سپاس. آقای فرهنگ، حالا توصیه ها یا حرفایتان برای حکومت آینده چی است که اکثر یعنی کار بیشتری انجام بدن، بهره بیشتری ببرن از منابعی که در دل زمین وجود داره؟ ما خیلی حکومت آینده افغانستان باید از مسئله اداره آب و استفاده از آب‌های افغانستان بسیار جدی بگیره. در جهان بسیار دریاهای مشترک و دریاهایی که از یک چندین کشور عبور میکنه وجود داره، اونا بر اساس قراردادها و حتی میثاق‌های بین المللی این مسائل حل شده، این کلش وجود داره. حکومت افغانستان فقط باید اقدام بکنه و با استفاده از این میثاق‌ها و استفاده از تجارب کشورهای مختلف مسئله تقسیم آب در داخل افغانستان هم حل کنه اداره‌اش و هم با کشورهایی که ادعا دارند که از آب‌های افغانستان حق دارند، شاید داشته باشند نداشته باشند، مسائل حقوقیش باید بسیار جدی بسنجند، مثل معادن وارد نکنند و یک دفعه معلوم کنند که با چی مقدار ما آب مستحق از خود ما است و چی اندازه کشورهای دیگه که از آب‌های مشترک استفاده می‌کنند مثل قرارداد هلمند پیشتر استاد یاد کردند درمو تثبیت شود تا ما بفهمیم و اداره درست بکنیم و اراضی خود از آب مورد استفاده قرار بگیرد. تا این کار صورت نگیره اینمی جنجال تقسیم آب و مناقشه آب زیاد میشه. حالا تقصیر آقای فرهنگ در این راستا از سوی کی است؟ حکومت افغانستان جدی نمیگیره یا اگر حکومت افغانستان جدی میگیره کشور همسایه فشارهای دیگه بالای افغانستان وارد میکنه، در حالی که همون کشور همسایه به خاطر آبش که به کشور همسایش میره پول دریافت میکنه یا که خب در بدلش چیز دیگه میگیره. مثلا من مثال ساده دریای هلمند میگم. دریای هلمند وقتی که قراردادش تکمیل شد در وقت مرحوم موسی شفیق بود، اتفاق شده بود که به اینی مقدار آب حق ایران است برش داده میشه، اما آب اضافی که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان ما افغانا از او استفاده کنه نمیتونیم در بدل پول فروخته میشه. اون وقت می کمونیستا یا باز جنجال انداختن که خاک فروختن، یعنی آب به خاک تبدیل کردن. پیشتر استاد گفت که منابع طبیعی قابل تجدید است و قابل تجدید نیست. قابل تجدید آب است، هر سال زیاد میشه. ایره اضافیش ما پولش هم گرفتیم، حق مصادم ما بود. ایره گفتن خاک فروشی، همین کمونیستای کارا میکردن. در حالی که گاز تقریبا مفت برای شوروی میدادن، هیچ پرسان نمیکردن و غیر قابل تجدید بود. این حال ما به این عقیده هستم که اگر حکومت افغانستان قاطع حرکت کنه حل میشه موضوع. من یک نکته رو به یاد شما خودم داخل بودم، به زیر نظرم تیر شده. ایران یک دفعه از افغانستان تقاضا کرد که ما در قسمت سیستان اینجا با کمبودی آب دچار هستیم، شما برای ما آب بدین. آقای کرزی به امر خود هدایت داد که بند کجکی رو باز کنید که برای ایرانی‌ها در دریای هلمند آب بره. در بدل هیچ چیز کار غلط بود. قرارداد وجود داره، در مقابل آب باید ایران پول میداد، مقابل ازی باید پس قیمتش تادیه میگرد. اما ما خب حاتم تایی نیستیم که تمام منابع طبیعی خود مردم ببخشید. آقای جعفری شما هم کتاب حرفایتان برای حکومت آید. بسیار عالی. ما در 5 یا حالا خلاصه تر 4 نکته میخوایم که دستبندی بکنم. اول اینکه دولت آینده باید در صدر اولویت های خود ایجاد زیرساخت های انتقال مواد برش در اولویت باشه. کوریدور شمال جنوب و شرق به غرب باید اولویت پیدا بکند به سرک حلقوی، چرا که بدون از اون مواد معدنی ما هیچ مفهوم اقتصادی پیدا نخواهد کرد. در قسمت خط آهن هم این اولویت باید قرار داده شود، در حداقل در مناطق مرزی و کشورهایی که وصل به شبکه‌های راه آهن هستند باید این تسهیلات فراهم شود. در قسمت تامین انرژی که بسیار ضروری هست، مخصوصا در مناطق معدن دار که برای پروسس هم ترکستان فرمودن نیاز داریم به بعضی زیرساخت‌ها، یکیش انرژی است و در کنار از آب باید یک فکر جدی شود. در قسمت عزل و نصب مسئولین زیراب در حکومت باید اولویت بر داشتن دانش و تجربه باشد تا ای که زدوبندها یا مصلحت‌گرایی های دیگه. در قسمت سرمایه گذاری هایی که تشویق میشه که هر روز بیشتر شود باید تکیه بری باشه که همراه با کار تکنیکی با مطالعه چه در بخش اکتشاف و چه در بخش استخراج باشه، چرا که مطالعه علمی در بخش اکتشاف ریسک سرمایه گذاری را کم میکنه و مطالعه علمی و کار تکنیکی در بخش استخراج مانع زیاد منابع میشه. این دوتا رو باید در اولویت قرار بدن. در بخش قراردادهای بین المللی من خیلی کوتاه اشاره میکنم. کل داستان مثل عینک را یک بار بر مبنای منافع ملی افغانستان مجددا باید مورد مطالعه قرار بدن و یک تصمیم قاطع بگیرن. و در قسمت معدن حاجیگک همچون هنوز قرارداد نشده، با توجه به درس هایی که از مثل عینک گرفته شده ایره قرارداد. خیلی سپاس. آقای فهیم، هرچند فرصت تمام است، 1 دقیقه ببینین نگاه دولت آینده باید به بهره برداری از منابع طبیعی یک نگاه جامع باید باشه و اولویت بر بهره برداری از منابع تجدیدپذیر بده، بر از این دانشش فراهم شود، ابزارش فراهم شود، با خصوص قراردادها. هر قراردادی که به امضا میرسه، امور رقمی که جناب آقای فرهنگ گفتن، این به دانش حقوقی تخصصی ضرورت داره. ما با حقوق معدن، حقوق آب، حقوق محیط زیست برای متخصصین نیاز داریم که دولت آینده باید به این عرصه‌ها توجه کنه. سپاس از حضورتان در این بحث و همچنان از شما بیندایزیست. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.